سرخط مهمترین خبرها. جان باختن سه کارمند بانک مرکزی در نتیجه انفجار ماین در کابل. حاضر نشدن معاون اول رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی در جلسه استجوابی مجلس نمایندگان. انتقاد فعالان مدنی از افزایش حملات انتحاری و انفجاری در کشور و تأکیدشان بر توقف گفتگوهای صلح. و فاصله 7 امتیازی جو بایدن تا پیروزی در انتخابات آمریکا. سلام، وقت شما بخیر. با خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 17 ماه عقرب سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 7 نوامبر سال 2020 میلادی. در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل، 3 کارمند بانک مرکزی افغانستان جان باختند. پلیس کابل میگوید که این انفجار پیش از ظهر روز شنبه در منطقه مکرویان 4 شهر کابل رخ داده که سبب جان باختن 3 کارمند بانک مرکزی شده است. در میان جان باختگان این رویداد، یما سیاوش، گرداننده مطرح کشور، نیز شامل می باشد. این در حالی است که در این اواخر وضعیت امنیتی شهر کابل به وخامت گراییده است. یک انفجار ناشی از ماین مغناطیسی در منطقه مکرویان 4 شهر کابل رخ داد. در این حادثه 3 کارمند بانک مرکزی افغانستان جان باختند. پلیس کابل میگوید که این رویداد ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز در نتیجه ماین جاسازی شده در یک موتر نو کرولا در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل رخ داد که سبب جان باختن 3 کارمند این بانک شده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در این حادثه یما سیاوش، مشاور امور روابط عمومی، احمد الله انس، معاون امریت ریاست دفتر، و امین الله رضایی، راننده این بانک، قربانیان این حادثه اند. پیکر یما سیاوش یکی از قربانیان. یما سیاوش نزدیک به 10 با رسانه های مختلف کار کرده بود. او یکی از مجریان مطرح تلویزیون خصوصی طلوع نیوز بود و پس از پایان تحصیل در خارج از کشور به عنوان مشاور امور روابط عمومی بانک مرکزی افغانستان آغاز به کار کرد. متاسفانه یما یکی از بهترین های رسانه های افغانستان بود، یک خبرنگار و فعال رسانه‌ای معروف بود و با شهادت از این طبیعی است که فضای خانواده رسانه افغانستان به ماتم کشیده شد و مکدر شد. طبیعی است که کار ما ادامه خواهد داشت، اما با نگرانی ها، اما با دغدغه ها، اما با پریشانی ها. البته اولی ساعت 7:40 دقیقه صبح به اثر ماین مغناطیسی یا چسبکی که در موتور یما جان سیاوش جابجا شده بود، انفجار مهیب صورت گرفت که متاسفانه یما جان با 2 نفر از سرنشینانی که دمون موتر بودن جام شهادت نوشیدن. ضعف حکومت بوده میتونه، از این هیچ چی پوشی نمیتونیم، به دلیل از اینکه حکومت مسئول تامین امنیت بر شهروندا است. زمانی که حکومت نمیتونه که امنیت رو تامین بکنه، این خودش امو ناکارایی حکومت نشان میده. این رویداد به ویژه جان باختن یما سیاوش، یکی از گرداننده مطرح کشور، با واکنش های روبرو شد. شورای عالی مصالحه ملی کشور کشته شدن آقای سیاوش را غم انگیز و اندوه بار خوانده است. شورای عالی مصالحه ملی افزود است که او سالهای زیاد را برای تقویت و تحقق آزادی بیان، عدالت اجتماعی، برابری و صلح و ثبات در کشور فعالیت کرد. یما سیاوش در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا به دنیا آمده بود و پس از گردانندگی با رسانه های مختلف مدرک لیسانسش را از رشته حقوق و علوم سیاسی به دست آورده بود. همزمان با افزایش حملات انتحاری و خشونت‌ها در کابل و ولایت‌ها، برخی از نهادهای مدنی خواستار برگشت فوری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت از دوحه شدند. آنان میگویند گروه طالبان آشتی پذیر نیستند و باید مردم در کنار
هم با این گروه مبارزه کنند تا جلوی را قتل و کشتار مردم بیگناه گرفته شود. فعالان مدنی همچنان می افزایند در حالی که گفتگوها برای صلح در دوحه میان هیئت‌های مذاکره کننده جریان دارد، اما اینجا در افغانستان گروه طالبان حملاتشان را افزایش داده و هر روز از مردم قربانی می گیرند. نزدیک به دو ماه است که هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت و گروه طالبان در دوحه روی صلح و ختم جنگ در افغانستان چانه زنی دارند. با گذشت این مدت اما تا کنون نتیجه ملموسی نداشته، بل اینجا در افغانستان گروه طالبان برخلاف توافق روی کاهش خشونت ها حملاتشان را افزایش داده است. در پی رویدادهای خونینی که در کابل رخ داده است، شماری از فعالان مدنی در کابل خواهان لغو گفتگوهای صلح و برگشت هیئت مذاکره کننده حکومت از دوحه شدند. و خواستی بعدی ما از ملت افغانستان بازی بود که دیگر مرحله صفوندی هست، اگر میخوان که دیگر بر گرده های از اینها کس سوار نشده و عملات دشت افغانی صورت نگیره، بنا هم صفوندی کرده در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شوند. گروه طالبان با آغاز مذاکرات صلح میان افغانی در دوحه حملاتشان را در مرکز و ولایت ها افزایش داده است. در تازه ترین مورد، دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش هدف حمله قرار گرفت که شماری از جوانان جان باخته و تعداد نیز زخمی شدند. حمله ای که حکومت آن را به گروه طالبان نسبت داده است. با این وجود فعالان مدنی از تمامی شهروندان می خواهند که با حفظ یک پارچگی و وحدتشان در برابر دهشت افغانی مبارزه کنند. مذاکرات صلح و این پروسه صلح که چون که اثر بخش برای ملت افغانستان نبوده، بلکه افزایش خشونت ها و تلفات، بناهن ما خواستار لغو از این مذاکرات شدیم و از حکومت افغانستان خواستار بازی شدیم که نیروهای امنیتی افغانستان از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر بدن. خشونت ها در حال در کشور افزایش یافته است که نزدیک به دو ماه می شود مذاکرات بین الافغانی در دوحه افتتاح شده است. اما با گذشت نزدیک به دو ماه شروع این گفتگوها، تا هنوز هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان نتوانستند بر سر مبنای مذاکرات و تعیین آجندا به توافق برسند. مسئولان امنیتی در ولایت زاول میگویند که در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در شهر قلات 4 تن جان باخته و 14 تن دیگر هم زخمی شدند. این انفجار پیش از ظهر روز شنبه در نزدیکی دفتر عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل به وقوع پیوسته است. سخنگوی والی این ولایت میگوید که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. همزمان با این، مقام های محلی ولایت قندهار از جان باختن 5 غیر نظامی در اثر انفجار ماین خبر می دهند. جنرال تادین خان، قمندان امنی قندهار، می گوید که رکشای این غیر نظامیان در ولسوالی ارغنداب با ماین تعبیه شده توسط طالبان برخورد کرد که در نتیجه آن 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغنداب از چند روز به این سوی ادامه دارد، اما مقام ها میگویند که بسیاری از روستاهای این ولسوالی از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شیبر ولایت بامیان کشته شد. اداره محلی ولایت بامیان میگوید که امان الله، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شیبر این ولایت کشته شده است. دفتر رسانه‌ای والی بامیان با نشر خبرنامه میگوید که این ولسوال نامنهاد طالبان روز گذشته در یک عملیات اپراتیفی نیروهای امنیتی در ساحه برفک ولسوالی شیبر کشته شده است. خبرنامه می افزاید که در این عملیات شخص به نام اسحاق چریک، فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان در ولسوالی شیبر نیز زخم برداشته و از ساحه فرار کرده است. دفتر رسانه‌ای والی بامیان خاطر نشان می سازد که این
ولسوال نامنهاد طالبان در یک ماینگذاری در دره شکاری نقش داشته که در اثر آن 9 تن از نیروهای ویژه پلیس جان باختند. این در حالی است که وزارت دفاع ملی بامداد امروز از زخمی شدن والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند نیز خبر داده است. والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند در یک حمله هوایی ارتش زخمی شده است. نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان امروز در حال برگزار شد که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی که به خاطر پاسخگویی به این مجلس فراخوانده شده بودند در این مجلس حاضر نشدند. از سوی هم برخی از نمایندگان محدود کردن صلاحیت‌های نهادهای امنیتی را از سوی معاون اول رئیس جمهور و شورای امنیت ملی انتقاد کرده و میگویند که شورای امنیت ملی عامل اصلی نامنه‌ها در کشور است و این شورا باید دست از مداخله در امور وزارتخانه‌های امنیتی بردارد. پس از حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی و حمله بر دانشگاه کابل، مجلس نمایندگان در جلسه روز شنبه در یک نشست فوق‌العاده هر سه سکتور امنیتی به شمول امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را در پیوند به حمله های اخیر در شهر کابل از بهر پاسخگویی به این مجلس فراخواندند. معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان علاقمند است در صورت تعیین آجندا، تذکر و استناد قانونی در جلسه استماعی اولس جرگه با در نظر داشت تشریفات اصولی و مناسب اشتراک خواهند نمود. همکاری سی قوا و خصوصا همکاری نزدیک با شورای ملی کشور منجر به استحکام نظام جمهوری اسلامی افغانستان گردیده و از آن استقبال می‌گردد. اما امرالله صالح و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی در نشست امروز مجلس نمایندگان حضور نیافتند. آقای صالح با ارسال پیامی گفته است که وی حاضر است تا در نشست استماعی این مجلس شرکت کند و حضور وی در این مجلس باید بر اساس آجندای معین صورت گیرد. حرفی که با واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد. نیامدن معاون صاحب اول به معنای از این نبود که خدا نکرده اینجا آجندا نباشد یا توئینی به شخص محترم ایشان بشه. اینجا به خاطر از این خواسته بودیم که درد ملت افغانستان را توسط نماینده های ملت بشنود و راکار ارائه بکند، چنانچه با این نامه یا به این مکتوب خود نشان داد که پاسخگو به ملت و خانه ملت نیست. آجندای اصلی امروز ای بود که ما از معاون اول رئیس جمهور و از مشاور شورای امنیت که تصمیم گیری اصلی هستند، عامل اصلی ناکامی هستند، از اینا باید میپرسیدیم که اینا متاسفانه حاضر نشدند و به این ناکامی ها و به این مانع تراشی ها ادامه خود دادند. برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان حاضر نشدن آقای صالح را به این مجلس توهین و بی احترامی به خانه ملت دانسته و این کار را بر اساس ماده 61 قانون اساسی در مغایرت با قانون می دانند. کسایی که صلاحیت برده در یک جای انحصار کرده، جزیره قدرت ایجاد کرده، تمام تعیینات به دست از اونا است. اونا همه موارد خودشان پیش میبرند. قمندان امنیت را تعیین میکنند، رئیس امنیت را تعیین میکنند، قمندان قول اردو را تعیین میکنند. وزرا اصلا مسئولیت نداره. به نظر من خواستن وزیر صاحب در داخل تالار هیچ معنی نداره. ما و شما وقت خود ضایع میکنیم. حوالدار صاحب محب که خود بی غرض میدانه، بنان چرا والیا را تعیین میکنی؟ چرا قمندان های امنیت را تعیین میکنی؟ چرا صد ساتنمنی که قانون ذاتی افسران اجازه نمیده ساتنمن میبری سارمن یا تورن میکنی به بست دگروال تعیین میکنی؟ گراف جنگ افغانستان بردی به آسمان رساندی. تمام صلاحیت های از یاره او آقای غیر مسئول که به نام دکتر محب است، واجب الاحترام غیر مسئول است، او غصب کرده. او باید میامد در اینجا در مقابل نماینده های ملت پاسخ میداد. او نباید خود به تعیینات رئیس های گمرکات مصروف بسازه. او نباید خود مصروف تعیین کردن قماندانی های ولسوالی ها می ساخت. او امروز اینجا می آمد در برابر نماینده های مردم افغانستان پاسخ می داد.
از سوی دیگر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی که به این مجلس حضور یافته بودند خواستار سری شدن این مجلس شد و ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان در غیاب خبرنگاران صورت گرفت. او که غواړی چې دا موضوع در توازی سی دغه قطع کی مطبوعات رایگیری میکنیم. وکلای محترمه که در سری بودن مجلس با اتفاق را قطع کنید. نهادهای امنیتی در حال به مجلس فرا خوانده شدند که شهر کابل در 10 روز گذشته شاهد چندین حمله انتحاری بوده است. در آخرین مورد حمله تهاجمی که بالای دانشگاه کابل صورت گرفت، در نتیجه آن حدود 50 تن کشته و زخمی شدند. 13 تن از اعضای گروه طالبان در ولسوالی دهراد اروزگان کشته شدند. مقام های محلی اروزگان میگویند که در نتیجه حملات هوایی بر ولسوالی دهراد این ولایت 13 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان میگوید حملات هوایی روز گذشته انجام شد که در نتیجه آن شمار زیادی از مخالفان مسلح دولت کشته شده و زخمی شدند که به گفته وی در این عملیات 13 تن از آنها جان باخته و وضعیت امنیتی در آنجا نیز تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. گروه طالبان هفته گذشته بخشی از ولسوالی دهراود را تحت تصرف خودشان درآورده بودند، اما در رابطه با عملیات تازه نیروهای امنیتی این گروه تا هنوز چیزی نگفته است. سخنگوی والی اروزگان میگوید برای پاکسازی کامل ولسوالی دهراود از وجود گروه طالبان نیروهای تازه نفس به آنجا رسیدند. در یک حادثه ترافیکی در جوزجان 4 تن جان باختند. مسئولان محلی در ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولسوالی خانقهای این ولایت 4 تن جان باختند. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان تایید میکند که این حادثه صبح امروز در مسیر شهرهای جوزجان بلخ در مربوطات ولسوالی خانقهای این ولایت رخ داده است. آقای آذر افزود که این رویداد هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری نوی سراچه که از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به طرف مزار شریف مرکز ولایت بلخ در حرکت بود با یک موتر باربری هینو برخورد کرده است. بر اساس گفته های آقای آذر قربانیان این رویداد هم از سرنشینان موتر سراچه بودند و راننده آن نیز در میان جان باختگان است. در این حال یک مقام محلی ولسوالی دورشی از یک رویداد ترافیکی دیگر در بغلان خبر می دهد. در این رویداد 1 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. صاحب داد غفوری ولسوال دورشی گفته است که حادثه صبح امروز در مسیر شاهرای دورشی پل خمری رخ داده و در آن 1 مسافر جان باخته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. پیش از این نیز رویدادهای ترافیکی در کشور به دلیل بی‌توجهی راننده‌ها به قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت بیش از حد و در موارد به دلیل ناهموار بودن جاده‌ها تلفات داده است. خرابی جاده‌ها و نبود علائم راهنمایی و رانندگی باعث افزایش حوادث ترافیکی در این جاده‌ها شده است. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول. 1 پوند انگلیس 99 افغانی و 50 پول. 1 یورو 90 افغانی و 20 پول. 1 درهم امارات 20 افغانی و 85 پول. 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول. 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 478 افغانی.
در خارج از کشور. جو بایدن نامزد حزب دموکرات شامگاه جمعه در سخنانی خطاب به مردم آمریکا در شهر ویلمینگتون در ایالت دلور بار دیگر تاکید کرد که نتیجه شمارش آرای او را پیروز انتخابات اعلام خواهد کرد. برغم این که نامزد حزب دموکرات از پیروزی خود ابراز اطمینان کرد، ولی او از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد. جو بایدن با اشاره به این که در ایالت‌های جورجیا و پنسیلوانیا طی 24 ساعت گذشته توانسته پیشتاز شود، گفت که او دیوار آبی را دوباره بازسازی کرده است. اشاره نامزد حزب دموکرات به سه ایالت پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین است که در انتخابات 2016 دونالد ترامپ در آنها به پیروزی میدان رسید، اما در این انتخابات جو بایدن آرای بیشتری در آنها کسب کرد. بر اساس گزارش ها جو بایدن تصریح کرد که اکنون در مسیر کسب 300 کالج انتخاباتی است. هر نامزد انتخابات که بتواند 270 کالج انتخاباتی را کسب کنند پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. نامزد حزب دموکرات در ادامه اظهار داشت که تاکنون بیش از 74 میلیون رای به او داده شده است که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی سابق است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در تویتی تاکید کرده است که جو بایدن نامزد حزب دموکرات نباید به ناحق مدعی شود که رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده است. دونالد ترامپ با اشاره به این که او نیز میتواند چون این ادعایی را مطرح بکند، گفته است مراحل قانونی تازه شروع شده است. جو بایدن تا کنون 253 رای الکترال را از آن خود کرده و برای ریاست جمهوری تنها به 17 رای الکترال دیگر نیاز دارد. در همین حال دونالد ترامپ تا کنون 204 رای الکترال را کسب کرده که برای پیروزی کار دشوارتری به نسبت رقیب خود در پیش دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به پایان رسید و شمارش آرا در 4 ایالت سرنوشت‌ساز پنسیلوانیا، جورجیا، آیزونا و نوادا همچنان ادامه دارد. قانونگذاران روس لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کردند. در صورت تصویب ولادیمیر پوتین را از هر گونه پیگرد قانونی پس از ترک کرملین مسئول خواهد کرد. در پیشنویس این لایحه تاکید شده است که رؤسای جمهوری سابق برای هر گونه تخلفی که در طول زندگی وی مرتکب شدند از مسئولیت در قبال پیگردهای کیفری برخوردار خواهند شد. گفتنی است که برای ابطال این لایحه همه جانبه حمایتی لازم است که اکثریت اعضای پارلمان با آن مخالفت کنند. مسئله‌ای که تحلیلگران احتمال رقم خوردن چنین شرایطی را ضعیف ارزیابی کردند. این در حالی است که بر اساس قوانین موجود رؤسای جمهوری سابق روسیه در حال حاضر تنها برای اقداماتی که در دوران ماموریتشان انجام شده از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. این دومین لایحه در هفته جاری است که مقررات ویژه‌ای را برای رؤسای جمهوری سابق روسیه در نظر می‌گیرد. به جریان افتادن این لایحه‌ای که مقدمات آن از ماه فوریه کلید خورده بود، سبب شده تا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کنار رفتن پوتین از قدرت تقویت شود. پارلمان روسیه روز شنبه گذشته نیز از لایحه‌ای حمایت کرده بود که به یک رئیس جمهوری سابق حق می‌دهد به صورت مدام العمر به عنوان سناتور شورای فدراسیون این کشور از یک کرسی دائم بهره‌مند شود، سمتی که مسئولیت از پیگرد قضایی را نیز به همراه دارد. این در حالی است که برخی منابع در گزارش‌های تایید نشده شایعه ابتلای ولادیمیر پوتین به بیماری را مطرح کرده، اعلام کردند که رئیس جمهور 68 ساله روسیه به زودی کرملین را ترک خواهد کرد. انتشار این گزارش توسط نشریه بریتانیایی سان با واکنش دفتر ریاست جمهوری روسیه همراه شد. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، پسرش ویکتور و 13 تن از مقام‌های ارشد دولت بلاروس را به دلیل اعمال خشونت، بازداشت‌های ناعادلانه و تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری که حدود 3 ماه پیش برگزار شد در فهرست سیاه قرار داد. اتحادیه اروپا نام این 15 تن را منتشر کرد که طبق تحریم جدید صدور روادید برای آنها ممنوع و دارایی‌های آنان در اروپا مسدود خواهد شد. اتحادیه اروپا در ماه اکتبر نیز 40 مقام ارشد حکومت بلاروس را به دلیل مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به همین شکل تحریم کرده بود. به دنبال اعلام نتایج انتخابات در روز 9 آگوست که آقای لوکاشنکو خود را پیروز اعلام کرد، اعتراضات گسترده به تقلب در سراسر بلاروس آغاز شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نتایج این انتخابات و ریاست جمهوری آقای لوکاشنکو را به رسمیت نشناختند. در جریان سرکوب اعتراضات هزاران تن بازداشت شده و اکثر رهبران مخالفان یا به زندان افتاده و یا مجبور به ترک کشور شدند. اغلب کشورهای اروپایی با فرارسیدن موج دوم همه‌گیری بیماری کووید 19 که
بیشتر نگرانی نسبت به گسترش آن در فصل خزان افزایش یافته بود، محدودیت ها و بعضی وضع مقررات قرنطینه عمومی را تشدید کردند. موج دوم شیوع کرونا و همگیری بیماری کووید 19 برغم تجربه‌ای که کشورهای اروپایی در پی موج اول این بیماری کسب کردند، بسیار غافلگیر کننده به نظر می رسد. برخی دولت ها احتیاط حد اکثر برای متحمل نشدن خسارات سنگین اقتصادی را کنار گذاشته و بار دیگر برای متوقف کردن شتاب و سرعت پیشروی بیماری محدودیت های سراسری و ملی وضع کردند. تا کنون فرانسه، بریتانیا و ایرلند از پیشگامان اعمال قرنطینه عمومی و منطقه‌ای بودند و پس از این سه کشور حالا نوبت به یونان و ایتالیا رسیده است. وضع مقررات ویژه و نیز قرنطینه عمومی و منطقه‌ای در حالی در اروپا به تشدید می شود که بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا نیز به شدت رو به گسترش است و در وضعیت غیر قابل کنترل قرار دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی تایید شده در ایالات متحده آمریکا 127,000 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در این کشور به ثبت رسیده است که در نوع خود یک رکود جدید به حساب می آید. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما کردید. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.